وقتتون بخیر. در مورد چند تن از اصلاح طلبان خطاب بهشون مهر سکوتم رو میشکنم و بر خودم یک وظیفه اخلاقی و سیاسی میدونم که چند جمله رو در خطاب به اونها بگم. ابتدا آقای محمد علی ابتهی. آقای ابتهی، شما در توییت خودتون نوشتید که نظارت استصوابی رو طلب میکنید برای رد صلاحیت شدن آقای احمدی نژاد و دیگرانی که آمده بودند و به عنوان کاندید در انتخابات شرکت کرده بودند. به سادگی خجالت بکشید، شرم بر شما. معلومه که هر چی گفته اید دروغ گفتید. یک موقعی از نظارت استصوابی شکایت میکردید، اعتراض میکردید، حالا دست به دامن نظارت استصوابی شدید. شما مقوم حکومت جمهوری اسلامی هستید. غیر از این بگید دروغ میگید و کسانی که با شما نزدیکی داشته باشند، رفاقت بکنن، فریب شما رو نباید بخورن. آقای سروش، شما استاد من بودید، من رو به خوبی میشناسید. میگید رأی بدید، ما از دموکراسی همینقدر برای ما باقی مونده، به آن بچسبید. آقای سروش، دروغ میگید، خجالت بکشید. از دموکراسی همینقدر برای ما مونده، با آدمی که یک ذره منطق بدونه، منطق ارسطویی بدونه، آیا دموکراسی وجود داشته در گذشته که حالا انقدرش برای ما مونده؟ آیا اصلا نام دموکراسی رو بر یک انتخابات فرمایشی و دروغین میتونید بگذارید؟ آیا انتخاباتی که در منطقه ما صدام حسین، بشار اسد، لیبی، حتی حسنی مبارک اینها صورت گرفته، ذره ای مفهوم دموکراسی درش داره؟ آقای سروش، چرا به این وضوح وجدان خودتون رو میفروشید و دروغ میگید؟ انتخابات ابزاری است که در کشورهای استبدادی استفاده میشه برای مشروعیت سرکوبگر. انتخابات فقط یک ابزاره، هیچ چیزی بیشتر از این نیست، هیچ تقدسی نداره و حتی نشانه دموکراسی هم نیست. در کشورهای دموکراتیش ازش میشه استفاده کرد برای تغییر، نه دموکراسی میاره نه دموکراسی میبره. در کشورهای استبدادی ازش استفاده میشه برای مشروعیت. برابر نهاد انتخابات با دموکراسی یک دروغه و شما این رو میدونید و در حال فریب مردم هستید. آقای دکتر سروش، استاد گذشته من، دیگه این حرفا برای مردم معنا نداره، دیگه کسی فریب شما رو نمیخوره. آقای سروش، خجالت بکشید. و اما یه کسی که برای من دردناکه گفتنش، ولی وظیفه اخلاقی خودم میدونم بگم، یعنی سکوت رو در برابرش یک عمل غیر اخلاقی میدونم، به استاد دیگر خودم آقای محمد مجتهد شبستری است. آقای شبستری، من برای شما واقعا جایگاه متفاوتی رو در نظر داشتم، در ذهن خودم داشتم نسبت به سروش و به بقیه. شما انقدر شجاعت داشتید که سر قصه داعش اومدید گفتید مشکل از اسلامه. من شگفت زده شدم و به شما احترام گذاشتم، انقدر شجاعت داشتید. شما با بقیه روشنفکرهای دینی متفاوت بودید. آقای شبستری، من شاگرد شما دارم این حرفو میزنم که به خوبی یادتونه با پدرم با هم میرفتیم کوه، آقای علی حجتی کرمانی هم بود. من تو اون سنین بچه بودم، نوجوان بودم، به شما امید بسته بودم. فکر میکردم واقعا روشن فکرید، فکر میکردم واقعا منتقدید، ذهن خلاقی دارید، قصد نقد دارید، قصد خیری دارید. فکر میکردم که نیک سیرت هستید. الان دوچار رذیلت اخلاقی شدید. آقای شبستری، میگید که دولت روحانی دولت عقلاست،
و رأی دادن و امتداد دولت روحانی یک فریضه اخلاقی است؟ آقای محمد مشتهد شبستری خجالت بکشید. کسی که وزیر دادگستری خودش رو یک قاتل میگذاره، شما میگید بهش دولت عقلا و بعد میگید رأی دادن بهش یک فریضه اخلاقی است؟ شرم بر شما. به کجا دارید میرید؟ به کجا چنین شتابان؟ انحطاط معنای دیگری داره؟ این قسمت خیلی سخت بود برام، چون واقعا تا به حال سکوت کرده بودم در مقابل آقای محمد مشتهد شبستری. فرد متفاوتی میدیدمش. آقای تاج‌زاده، بازی زیگزاگ میکنید و فکر میکنید مردم این رو نمیفهمند. میایید از دولت روحانی حمایت میکنید بدون شرط، بعد میگید که نه، ما باید مطالباتمون رو بگیم. سر قصه پرونده مرگ، هیئت مرگ و فایل صوتی آقای منتظری آمدید به دروغ عذرخواهی کردید، عوام فریبی کردید. اون عذرخواهی یک عوام فریبی هستش. اگر دارید عذرخواهی میکنید، یک، عذرخواهی نمیتونه مشروط باشه. بگید که من با شرط میبخشم. خانواده های مجاهدین خلق رو جدا میکنید و از بقیه عذرخواهی میکنید. خجالت نمیکشید؟ این چه طرز عذرخواهیه؟ یک. دوم، اگر واقعا شرمنده اون کشدار هستید، اون کشدار از ابتدای انقلاب شروع شد، از مدرسه رفاه و علوی شروع شد، از اعدام سران ارتش و سران رژیم شاه شروع شد، از ابتدای حکومت اسلامی تا به حالش فاسد بوده، جنایتکار بوده. اگر عذرخواهی میکنید، اگر شرمنده هستید، به زبان نیست، لفاظی نکنید. ما از آخوندها به اندازه کافی لفاظی شنیدیم، شما که جای خود دارید، مردم دیگه گول نمیخورن. اگر واقعا شرمنده هستید، به جای اینکه دیگران رو متهم بکنید، برید 4 نفر از همون اصلاح طلبان و همقطاران خودتون رو بیارید، بگید که کل حکومت جمهوری اسلامی از ابتدا مشروعیت زیر سوال بوده، ما باید این ایده یا حکومت اسلامی رو پس بگیریم. چرا دشمنی با خامنه ای راه میندازید؟ چرا گردن خامنه ای میذارید؟ ما فریب نمیخوریم. جرأت دارید برید بگید که این ایده یا حکومت جمهوری اسلامی غلط بوده، با هیچ شخصی دعوایی نداریم، همه مقصر هستیم، دعوت بکنید، کمپین را بندازید تا این ایده رو پس بگیرید؟ ما هم به شما قول میدیم، من شخصا به شما قول میدم و میدونم که بسیاری از دوستانم قول میدن، میریم سراغ خانواده های قربانی دهه 60، همون هایی که شما کشتید، میریم سراغ اونها، میگیم به این شرط که این افراد کل حکومت جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرن، آیا شما میبخشید؟ باور کنید میبخشن. مردم ایران بزرگوارن، مادران داغدار یک نمونه هستند. مادران داغدار اعتراضات 88، چند نفرشون گفتن میبخشن به شرطی که کل این رژیم شرور حکومت جمهوری اسلامی از بین بره. با شخص دعوا ندارن، گفتن که میبخشن. یکی از دلایلی که اصلا مردم در انتخابات شرکت میکنن اینه که مردم ایران بزرگوارن، آماده بخششن، به شرطی که شما اینقدر فریبکار و درو نباشید. امکان بخشش، امکان آشتی ملی واقعی برای ملت ایران وجود داره. ملت ایران بزرگوارن، به شرطی که همین فردا، ولی شرط داره، همین فردا بگید غلط کردم، کل حکومت جمهوری اسلامی زیر سوال بود. شجاعت داشته باشید. این رو به آقای کروبی هم میگم که به جای اینکه نامه به خامنه ای بنویسید و او رو زیر سوال ببرید، کارنامه او رو زیر سوال ببرید، کل حکومت جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرید. شما اصلاح طلبان،
این کارو نخواهید کرد. ولی چون این کارو نخواهید کرد دلیل نمیشه که ما به شما فشار نیاریم. این وظیفه شماست. این سفره ننگین انقلابو که الان همه تون ریزه خارش هستید، همه تون به صورت هزار فامیل فاسدید، جانی هستید، دستتون در قتل شریکه، این سفره رو شما انداختید. این حکومت رو شما به وجود آوردید. ایده حکومت اسلامی رو شما هنوز دارید امتداد میدید. پس بر وظیفه شماست که پس بگیرید. ما به شما فشار خواهیم آورد. و حتی آقای منتظری، الان که از آقای محمد متشدد شبستری گفتم، با پدرم که کوه میرفتیم، پدرم هم میگفتش که این آخوندای همقطار من، اینها همشون وجدان خودشون رو فروختن. حتی آقای منتظری که دوست صمیمی اینها بودن، مگه کشتارهای سال 67 بود که فقط آقای منتظری رو هوشیار بکنه؟ همون اعدامهای هفته اول انقلاب بالای پشت بام مدرسه علوی و مدرسه رفاه که خمینی زیرش نشسته بود و خونها رو با از توی ناودون می شستند، همونجا آقای منتظری رو نباید هوشیار میکرد؟ باز هم به شرفش که حداقل بعدن هوشیار شد، هرچند که باز نیامد به مردم بگه، انقدر شجاعت نداشت. نامه های عاشقانه و گله آمیز و شکایت آمیز به معشوق خودش که خمینی باشه می نوشت و می گفت چرا انقدر می کشید؟ آقای خاتمی خجالت بکشید، لزومی نداره از ما خجالت بکشید، از آقای احمدی نژاد خجالت بکشید. وقتی به حاشیه میروننش نمیاد کسی رو حمایت بکنه. یک ذره به اندازه آقای احمدی نژاد شرف داشته باشید آقای خاتمی، یک ذره. پای یک چیزی بای مثال هرچی هستش قبول داره یا نداره. مردم رو دعوت به انتخابات نمی کنه. شما با نهایت بیشرافتی مردم رو دعوت به انتخابات برای لیست امید کردید که یک سری جنایتکار دیگه همقطار و همدست شما توش بودن. مردم رو دعوت میکنید، فکر میکنید مردم گله گوسفندن که بیان هرچی شما بگن گوش کنن؟ بعد از اون طرف از منتخبین، از کسانی که در لیست امید هستن، نمیخواید بگید که من یک آبرو گرو گذاشتم، شما هم بیاد یک وعده دروغ بدید یا لااقل بعدش تشکر کنید؟ و کماکان میگید که باید به آقای روحانی رای داد، یواشکی میرید در دماوند رای میدید. از آقای خامنه ای خجالت بکشید، لزومی نداره آقای خاتمی از ما خجالت بکشید، از احمدی نژاد و خامنه ای خجالت بکشید. از آقای خامنه ای آقای خاتمی خجالت بکشید به جهت اینکه آقای خامنه ای 4 سال پیش گفت کسانی که با نظام جمهوری اسلامی موافق نیستند هم لطفاً بیان رای بدن. کسانی که دل صافی با نظام ندارن، با نظام مخالف هستن، حداقل رسمیت داد، فحش نداد به ما که مخالف نظام هستیم. شما هر بار توهین کردید، گفتید سکولارها و ضد انقلابهای خارج از کشور. نه شجاعت دارید نه شرافت دارید، هیچ کدام از شما. ولی خوشبختانه یک اتفاق افتاده و اون این که مردم دست شما اصلاح طلبها رو خوندن. دوره شما تمام شده. کسانی که باعث استمرار رژیم هستند آقای خامنه ای و اصولگرایان و اینها نیستن. شما هستید، شما اون گارد جلویی هستید که دارید نظام جمهوری اسلامی رو در مقابل مردم حفظ میکنید. اون گروه پلیس ضد شورش، اونهایی که مردم رو در خیابان میزنند، در گفتمان شما هستید. شما دارید مردم رو در خیابان میزنید. حکومت پشت شما ایستاده. شما چماقداران حکومت هستید، اصلاح طلب ها. و الان خوشبختانه میبینیم، همه جا میبینیم صدای مردم داره شنیده میشه.
از حاشیه های ایران، از مناطق، از اقوام ما که اگر کسی رو باید مورد حمله قرار داد و باعث بقای حکومت جمهوری اسلامیه، خامنه ای نیست. با نفرت از خامنه ای، با ترس از خامنه ای برای خودتون بقا نخرید. دوره شما تمام شد. گفتمان اصلاح طلبی که از ابتدا پوچ بود، به خاطر اینکه هرگز، ببینید، هرگز اصلاح طلب ها نگفتن که چه چیزی رو میخوان اصلاح بکنن. فقط فریب دادن، فقط دنبال بقای خودشون بودن. این گفتمان تمام شد. حالا خواهیم دید. از این انتخابات ببینید تا سقوط شما، تا ورشکستگی اخلاقی شما، ورشکستگی و بیکفایتی مدیریتی شما، تا بحرانی که کشور باش درگیره، تا اقسام نقاط ایران که میبینیم دارن اسلحه به دست میگیرن، تا جنگ داخلی که ممکنه در ایران بشه، تا یک پارچگی ایران که ممکنه مورد تهدید قرار بگیره، همه رو شما مقصرید. مردم در مقابل شما خواهند ایستاد. یک شهروندم، به شهروندانی که این برنامه رو توجه کردن تعظیم میکنم، سپاسگزارم، و به کسانی که دسترسی دارن میدانند تقاضا میکنم که این برنامه رو در اختیار کسانی بگذارن که من ازشون داد بردم. این شرم بر این افراد. ممنونم.